خیلی سخته توی خیلی خلاصش کرد و گفت، ولی حتما یه مسیر وجود داره و میزان تغییرات توش خیلی زیاده. ولی قبل از اینکه مثلا بخوام راجع به مسیر صحبت کنم، تهش رو یه بار باز بگم، چون اینو مثلا با خودم مرور میکنم. من همیشه فکر میکنم که دینداری ما عمیق‌تر شده، یعنی علی‌رغم همه این تغییراتی که ممکنه در شکل رفتار ما حکایت از یک تفاوت آشکار داشته باشه از روزی که حالا اولین درک رو از مسائل دینی داشتیم و وارد مثلا عرصه دفاع از این مسائل شدیم تا الان، ممکن خیلی تغییرات اتفاق افتاده باشه، ولی فهممون، حداقل من به سهم خودم، فهمم عمیق‌تر شده. من هرگز وقتی گذشته رو مرور می‌کنم هرگز فکر نمی‌کنم که کاش توی برهه دیگه و یا توی شرایط دیگری می‌بودم، چون به نظر من این میزان آزمون و تجربه رو در هیچ برهه‌ای نمیتونستم به دست بیارم. حالا اگر بخوام برگردم به قصه، اون میزان حقانیتی که در احساس میکردیم ما داریم و شک نداشتیم بهش، که مانع از در واقع دریافت‌های جدید بود، مانع از یعنی گارد بازی برای گرفتن چیزهای جدید یا تجربه کردنهای جدید نداشتیم، حتی تو حوزه دینداری. دین ما آپدیت نمیشد، بسته بود وایفایش. و مثلا یادم، من توی مثلا تو جبهه ما همیشه فکر میکردیم که چون عاشقانه امام رو دوست داشتیم و همه چی خوب بود، فکر میکردیم که وقتی همه چی خوبه، یه رهبر خیلی خوب داریم، آرمانای خیلی خوب داریم و حق مطلقیم، همه چی درسته، امام زمان میخواییم چی کار؟ یعنی این سوال بعضی وقتا میومد و فکر میکنم آها کفر نگو، اصلا این حرفا چی میزنی؟ بعد فکر میکنم اصلا برای چی باز یکی دیگه بیاد؟ یعنی همیشه در هیئت اون نیروی کمکی که توی محاصره میاد میدیدیمش، که قراره فقط بیاد به ما کمک کنه، چون ما همه چی درسته، فقط سلاح کم داریم، مثلا آدم کم داریم. طول کشید تا فهمیدم که ما تعریف کم داریم، اصلا عدد و عده و این حرفا نیست. اتفاقا تو اون جهتی که داریم میریم یا فکر میکنیم درسته، باید تعمق بیشتری بکنیم. طول کشید تا فهمیدم که هیچ مأموریت بزرگتر از اینکه خودت رو درست کنی وجود نداره. به نظرم آدم دیندار یا مؤمن باید یه آدم خودخواه باشه، خودخواهی خوب. اول چیزی که ازش میپرسن راجع به خودشه. ما اینو هی مینداختیم عقب، فکر میکردیم الان تکلیف ما دیگرانن. بعد فهمیدیم که مخصوصا تو حوزه‌های فرهنگی و هنری، یه آدم درست چه بخواد چه نخواد تشعشع درستی داره نسبت به بقیه. این اراده‌ای که میخواد کسی دیگری رو درست کنه غلطه، اصلا اراده پر از شرک و آلوده‌ایه. اینا همه چیزایی که طی شد دیگه.